به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، فکولیاشون، سرداراشون، حکومت دزدان به نام حکومت دینی. علت این که این دزدان روی حکومت دزدان اسم دینی میذارن برای اینکه با کمک دین که نامش اسلام نو محمدی است بتونن دزدیشون رو توجیه کنن، بگن الله گفته بدزد، الله گفته آدم ها رو بکش، الله خودش عرضه نداره به ما گفته بیام شماها رو بکش، الله به ما گفته هر کی موش بیرون باشه بزنینش. این الله ضد زن گفته زنا رو همه رو بکنین تو کیسه، هر مردی حق داره هر چی دلش بخواد زن بگیره، مرده. بله، الله گفته. عربا خوششون میاد، عربای 1400 سال پیش، میگم من با عربای مفلوک امروز کاری ندارم. اتفاقا این برنامه رو که من شروع کردم الان یک عرب مصری شروع کرده همین کار رو داره میکنه، یه عرب تو کانادا همین کار رو داره میکنه، یک بانویی در بنگلادش داره میکنه. قرن 21 اومده، حرفای احمقانه رو کسی باور نمیکنه. 7 قرن پیش حافظ گفت معذورم ار محال تو باور نمیکنم. گفت پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. گفت من دیگه گول حوری خونه رو نمیخورم، تابکه ی زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم. وقتی بهش گفتن اگر این کارو بکنی این کارو بکنی خدا میبرت تو حوری خونه، گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. حالا قرن 21 یه عده‌ای میرن تو چاه ببینن که تو چاه چه خبره، گرفتاری خودشونه. یه عده‌ای دنبال امام غایب 1200 سال پیشن، یه عده‌ای دنبال امام غایب 5 سال پیشن. 5 سال پیشم یه امام غایب شد. ببینید ایمان بیار همه چیز درست میشه، ایمان بیار یه پرده رو عقلت، رو فکرت، رو شعورت، روی خردت میکشی، هر محالی رو باور میکنی. بعد یا الله میره آسمون یا الله میره زیر زمین. حالا یه چند سال دیگه الله های زیر زمینی زیاد میشه، هر کی هر جا غیب میشه میگن الله زیر زمینی شده. ما گفتیم شما یه روزی به این حرف من میرسید. هر کی غیب میشه، ما عادت داریم به غیب شدن، هر کی غیب میشه میگیم امام زمان بود غیب شد. آخوند صبح به صبح میره تای چا، چون امام زمان شیعه ها تای چاست. حالا روز اول سرداب بوده، چیزهای دیگه بوده، اینا کردنش چا، فرقم نمی کنه چا کجا باشه، میرن تو چا صبحونه رو میخورن، تای چا میان بالا میگن امام زمان کاغذ نوشت داد دست ما. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر کویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. من یک چیزایی رو اینجا یه علامتی گذاشتم که یه بحثی رو که پیش میگیرم یک همون بحث رو دنبال بکنم.
دو از زیاده از حد راجع به اون، یعنی این یاداوری من میکنه، یه چیزی اینجا گذاشتم، اونی هم که این گذاشتم یه اسکناسیه که آقای این رفیقمون امیر حکیم به هم داده، اسکناسیش که یه طرفش اسکناس ده تومانی های قدیمه که خیلی باش یه کافه میتونستی بری، رضا شاه، محمد رضا شاه، این برام عکس ولیعهد گذاشته، ایشون خشم خدا شاه میهنه. من با همه طیف های جامعه رفته اومد دارم، من اعتقاد دارم هر کی هر چی دلش میخواد فکر کنه، ولی تو مغز من نباید بکنه، برای خودش هر چی فکرش هر چی هست درسته، چون او هم به نتیجه رسیده که اونجا درسته. من نمیتونم بگم هر جا من رسیدم بگم که من درست میگم، من عقیده خودم میگم، خودم هم پشتش بلافاصله میگم، شماها اگر میخوان ردش کنین، به قول امریکایی‌ها میگن you're more than welcome، یعنی شما نه تنها این اختیار رو دارید، اختیار سر ما هم دارید، یه هم چیزیه. دیروز راجع به این کتاب سیر تحقیقی در آیین در باره آیین موسایی میخواستم یه مقداری صحبت بکنم، خوشبختانه ایمیلی به دستم رسید که این بهانه رو به دستم میده نوشتن، چون باز دارم میگم این ممکنه خیلی ها این اشتباه رو بکنن. درود بر استاد گرامی، ارادتمند همیشگی شما، فلان از شیرازم، سوالی دارم که خواهشمندم تو برنامه جواب بدید. امروز زمانی که فرمودید موسا در 1200 تا 1600 سال قبل از میلاد بوده، سوالی به ذهنم رسید که پس چطوره که میگن نام کوروش کبیر و یادگاری که خشایارشا در رابطه با یهودی ها و وزیرش انجام داد تو تورات اومده؟ مگه تورات چند سال بعد از موسا نگارش شده و کی اونو نوشته؟ آخه یه چیزی حدود 1000 سال تفاوت زمان هست، چطور میشه که این کتاب مقدس یهودی ها باشه؟ البته منو ببخشید، نمیخوام آماده خوری کرده باشم، یعنی خودم دنبال جوابش رفتم، اما منابع در مورد خصوصا ادیان دیگه اونم به طور قابل اعتماد تو ایران زیاد نیست. ضمن اون که جواب بعضی سوالها رو بقیه هم بشنون شاید بد نباشه، با سپاس فراوان. در تورات کتاب کتابه، به هر کتابی هم میگن سفر، 5 تا سفر اولیه اینی که میگن حضرت موسی اینا رو گفته، و بعد کتابهای بعدی هست که من اینجا علامت گذاشتم، از روی همین کتابی که میخوام امروز براتون راجبش صحبت بکنم، سفر پیدایش، خروج، لاویان، یوشه، ببخشید لاویان، سفر اعداد، این 5 تا سفر اولیه اوناییست که موسی گفته. بعد از اون کتاب یوشه رو داریم، کتاب داوران رو داریم، کتاب اول سموئیل رو داریم که همون اسماعیل میشه، کتاب دوم یا شموئیل یا سموئیل رو داریم، کتاب اول پادشاهان، کتاب دوم پادشاهان، و داریم اینجا کتاب دوم تواریخ، کتاب یشعیا، کتاب حزقیال نبی، کتاب یونس، و کتاب یونس مثل آخریشی که ایشون مراجع کرده. این تورات در طول تاریخ نوشته شده، این تورات مثل قرآن نیست که یهو چاپش کرده باشن بدن دست محمد در زمان در طول 23 سال این تورات ادعا نمی کنه که لوح محفوظ بوده و از اول دنیا نوشته شده. تورات ادعاهایی که می کنه قصه هاش رو قرآن کپی کرده، خیلی هاشو آورده، بدون اینکه فکر کنه این قصه راسته یا دروغه. و شعرهای ما هم چون معتقد بودن شعرم دربارش گفتن، مثلا همون ماجرای ببخشید یونس، یه ماهی دهنش رو وا کرد، حالا چقدر بود، یونس رفت اون تو، یه چند روزی زندگی کرد،
بعد ماهی اومد کنار دریا، یونس انداخت بیرون. خب همه آدم ها میدونن اگه کسی یه جایی بره که هوا نباشه میمیره، ولی چون تو کتاب مقدس نشون، موسی هم نگفته ها، اینا رو همینجور پشت سر هم کهنه که اومدن اینا همه ادعای پیغمبری میکردن، بعضی هاشون هم ادعای صحبت کردن با خدا رو میکردن که ما با خدا صحبت کردیم. اگه تورات رو بخونید از اول تا آخرش خیلی جاها میرسید که اینا با خدا صحبت کردن. قرآن هم خب اونم عقلش نمیرسیده، اومده این اینه نقد کرده. شاعرام اونم عقلشون نمیرسیده، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. میگیم فکر نمی کنیم. من از شما سپاسگزارم که فکر کردی و گفتی که این فکر میکردی مثلا تورات و همه رو موسا نوشته. نه تورات و موسا نوشته، اون پنج سفر اولیه که میگن پنج کتاب اولیه رو میگن موسا گفته. کجا گفته و اینا دیتیلز نداره، یعنی جزئیاتشو ننوشتن که کجا گفته. در کتاب خیلی جاها پیشبینی هایی شده، ولی وقتی میری بررسی میکنی میبینی یارو بعد از اون پیشبینی که کرده زندگی میکرده، بعد گفته نه من 200 سال پیش زندگی میکردم. کتابی که اسمش کتاب مقدسه یا کتاب آسمانیه، اگر با عقلت بخونی چیزی بهت نمیده، اگر با ایمانت بخونی الله گلا رو اورد اونجا و خمیرگیری کرد و مجسمه سازی کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم بلند شد، گفت به این سجده کنید، ابلیس جلوتر میدونست، گفت من سجده نمی کنم، میرم توی دنیا همه اینا رو بیچاره میکنم. حالا نه هوا هنو در اومده نه هیچ. ببین وقتی با مغز میخونی به قول این کتاب خیلی قشنگ بعضی وقتا میگه این حرفا بچگونه است، میگه این حرفا بچگونه است. من برای همین یه تیکایشو در آوردم براتون راجع به معجزاته. توی سفر پیدایش، اولین کتاب تورات، وقت بعد به همون پنج تا کتاب اولیه میگن تورات، بقیه همینجوری مصطلحاً اسمش توراته. میگه در باب اول و دوم و سوم این کتاب از خلقت و پیدایش بشر بحث شده که پر از شگفتی ها و پرسش هاست و بحث در آنها محتاج یک آنسیکلوپدی می باشد. فقط باید گفت انسان خالق آنچه در مکانش قرار دارد و به خودش مربوط است لا غیر، مثلا درباره جمله اول تورات کتاب ها نوشته شده، درباره جمله اول تورات نمیخواد بگه. اینایی که مثل من راحت میگم من باور نمیکنم. آقای دکتر صفایی همین حرف من زده، اما یه مقداری شما رو وادار به فکر کردن میکنه که خودتم بری فکر بکنی. هزاران سال راجع به این چیزا مینویسن، یه کسایی هم خیلی باورمند بودن می نوشتن، یه کسایی هم اومدن گفتن آقا اینا که این تو نوشته، مثلا والتر 800 مورد پیدا کرده میگه اینا آخر این والتر مال امروز نیست، مال دو قرن پیشه. میگه اینا چیه؟ دین جوابش چی میده؟ بکشنش.
دین منطق نداره. دین میگه سوال بکنی میکشمت. باید مثل گوسفند هر چی من گفتم بگی به. حقم نداری کار دیگه بکنی. در باب هفتم درباره کشتی نوح مطالبی بیان شده که نظیر آن در اساطیر قدیم وجود دارد. داستان گیلگامش میگه. در باب 11 از ایجاد اختلال در زبانها ذکر شده که معید وجود اقوام مختلف است. سفر پیدایش ها. سفر پیدایش موقعی است که الله یا یهوه میگه که من امروز تصمیم گرفتم یک موجودی مثل خودم بسازم و یه چیزایی بهش بدم که عقل شما فرشتگان نرسه. اسم مثلا برگ درخت و بلد باشه. در باب 19 بند 26 درباره زن لوط که چون به عقب برگشت تبدیل به ستونی از نمک شد. در باب 19 بند 24 آتش گرفتن شهر سدوم و عمورا انفجارها حاصل از بمب‌های آتش‌زا. قصه هایی که گفته شده تخیلیه. خیلی از شماها به من زنگ میزنید یا تلفن میکنید یا ایمیل میفرستید که آقا عرابه خدایان چیه؟ اون اومد مثلا علمی بگه که موسی کاراش درست بوده، با یک گروهی در آسمون در ارتباط بوده و این کارا رو کرده. در باب 21 بند تدارک قربانی کردن اسحاق و پیدا شدن بزغاله یک نوع حکایت آگاهی دهنده است و در سایر بابها بسی سخنها بر سبیل معجزه بیان شده است که از بحث در آنها می گذریم. چرا می گذریم؟ ایشون میگه که من آگاهی ها رو به شما میدم، شما خودت بشین فکر کن. برای این بود که آرزو کردم کاش یه نفر میمد راجع به قرآن همینجور می نوشت. آقای دکتر صفایی چون یهودیه اومده رفته سیر و تحقیقی در آیین موسایی از نظر علمی، ولی توقع نداشته باشین اگه این کتاب خریدین اینجوری که من حرف میزنم حرف زده باشه. همین حرفا رو میزنه، خیلی ملایم، چون هر کی اومده این حرفا رو مثل من زده سرشو بریدن. این منطق هر دینیه. دین جواب نداره، جواب منطقی، جواب دو دو تا چهار تا نداره به شما بده. وقتی جواب دو دو تا چهار تا نداره میگه خفش کنی. از زمان حضرت محمد هزار مثال هستش که هر کسی اومد از محمد سوال کنه یا یه آیه شبیه آیه قرآن بگه سرشو بریدن. حالا آخونده میشینه میگه هزار سال کسی مثل آیه قرآن، آخه تو چقدر سواد داری که اینو میگی؟ تو اصلا راجب قرآن چی میدونی؟ هیچ کسی نتونسته لنگرشو بگه و یه دی باور میکنن، یه دی قبول میکنند. شما مگه میخواید قبول کنید؟ یکی از مسائلی که من بهش برخوردم در ایران پرس نیوز بود، بانوی به نام ستاره از تهران. علت این که این ایمیل رو که ایران پرس نیوز چاپ کرده بود من بر شما میخونم، نه طرفداریه نه نفی چیزیه، ولی یک اتفاقی در ایران داره میفته و این اتفاق رو نمیخواد کسی دنبال کنه. تنها کسی که اینو دنبال میکنه شهرام همایون و دوستانشه. این خانم ستاره برای من مرتب ایمیل میفرسته راجع به چیزهای دیگه. این یه ایمیل فرستاده برای ایران پرس نیوز و ایران پرس نیوز اینو چاپ کرده.
گزارشی از تجمع امروز در مقابل نانوایی‌ها در تهران، پنجشنبه 24 بهمن ماه 12 فوریه، امروز 17 همه. من همون روزم اینو نخوندم، ولی شماها که برای ایمیل میفرستید راجع به ما هستیم، اینا رو بفرستید برای آقای شهرام همایون، چون هرچی هم شما برای من بفرستین من فورواردش میکنم به ایشون، به دلیل اینکه من کار خودم رو دارم میکنم. من مخالفتی با ما هستیم ندارم، اما اگر بخوام این سلسله درس ها رو بذارم کنار و بیام برم سراغ ما هستیم، اون وقت از کاری که خودم دارم میکنم و برای امروز شما نیست، برای فردای شماست، برای 10 سال، 50 سال، 100 سال دیگه شماست، از اون عقب میمونم. در این ایمیل میگه امروز 24 بهمن برای سومین بار در طول این هفته های متوالی جمعیت بیشماری در سطح تهران بین ساعات 5 تا 7 غروب در مقابل نانوایی ها در صفوف طولانی ایستادند و با دلی آکنده از مهر و امید با معصومیت تمام میگفتند ما نان میخواهیم. در منطقه آریاشهر نانوایی سنگکی سر چهارراه خسرو که هفته های گذشته در آنجا اجتماع کرده بودیم تعطیل شده بود. ببینید نشونی داره میده، علت خوندن من اینه. تا به خیال خود از فریاد نان میخواهیم ممانعت به عمل آورند، اما مردم به تنگ آمده از اقشارهای از فشارهای اقتصادی و اجتماعی همچنان با پایمردی در مقابل نانوایی دیگری واقع در فلکه اول آریاشهر 12 متری پاییزان به صف ایستادند. لحظه به لحظه به تعداد جمعیت افزوده میشد. نکته پراهمیت این بود که جمعیت را اکثرا دختران و بانوان تشکیل میدادند. تیکه های قشنگی داره، من خوشم میاد ازش. با اجتماع مردم ماموران نیروی انتظامی از راه رسیدند، ابتدا و انتهای خیابان را مسدود کردند تا از افزایش جمعیت جلوگیری کنند و تجمع را پراکنده سازند، اما کسی توجه نمی کرد. همچنان ایستادگی نموده، می گفتند ما آمده ایم نام بخریم. در مقابل سرزنش و تشر سران نیروی انتظامی که درجات بالایی هم داشتند، به تدریج فریاد ما هستیم آغاز شد. آنگاه اتومبیل ون یا چیزی شبیه آن استیشن نیروی انتظامی در مقابل نانوایی توقف کرد و چند نفر را سوار اتومبیل نمودند تا با ایجاد ترس و هراس دستگیری به متفرق کردن مردم نائل آیند. جالب این که حتی اگر تنی چند از آقایان هم محل را ترک نمودند، اما خانم ها به طرز فوق العاده شجاعانه مقاومت می‌کردند. درود به شرفشون. حاضر نبودند هم مواضع خود بگذرند. همین هم باعث شور و هیجانی بس پرشکوه کردید. فریاد نان میخواهیم و ما هستیم فضا را پوشاند. از آنجا که خیابان پاییزان قدری تنگ بود، خیلی جمعیت به خیابان اصلی هم کشیده شد. توجه کلیه عابران و اتومبیل های گذری در خیابان اصلی و خیابان های جانبی جلب گردید و ترافیک شدیدی منطقه آریاشهر را فرا گرفت، تا جایی که نیروی انتظامی از داخل آلگانس ها، نمیدونم آلگانس ها یعنی چی، با بلنگو مردم رهگذر و اتومبیل ها را به ترک محل دعوت می نمود. تا ساعت 7 جمعیت در محل ماند. حتی لحظاتی هم شعار نان می خواهیم و ما هستیم قطع نشد. قوقایی بود دیدنی. اوج شور و حماسه جنبش ما هستیم زیباترین حماسه زمستان را آفرید. حماسه آکنده از بوی دلانگیز عطر نان تازه با طرحی از شجاعت هزاران شیرزن و شیرمرد پاکنهاد وطن پرست. این اتفاقیست که داره میفته. شماها که تو ایرانید بهتر میبینید. بیرون تنها کاری که میتونن برای شما بکنن شماها رو به همدیگه ربط بدن. ما از اینجا هیچ، این من خودم شخصی رو میگم، هیچ انقلابی نمیتونیم برای شما به وجود بیاریم، چون شما هستید که طعم تلخ
این اسلام ناب محمدی رو دارید میچشید. شما هستید که گرفتار این هیولا هستید. به این دلیل شما هستید که بایستی اگر کاری میکنید بکنید، چون به امید بیرون بودن هیچ چیزی به شما نخواهد داد. بیرون فقط ما، یعنی یک تلویزیون میتونه آگاهی رسانی داشته باشه، میتونه به شما بگه کجا هست. من همیشه تو آزادیم که بودم میگفتم این کسا اینجا هستن. یه روزی دیدم که وقتی من میگم خیلی ها دیگه میشنوند. یه روزی اومدن به من گفتن آقای فاضلی تو چی کار داری؟ تو حرفتو بزن، من میخوام برم گیر بیفتم. من نمیدونم اونور تلفن چی بود. شما هایید که هر کاری رو بخواید بکنید. الان فقط یک چیزی رو من دارم میبینم، من دارم میبینم 4 تا 5 تا گروه های مشابه داره به وجود میاد. آیا همه اینا درسته؟ آیا مشابه سازی داره میشه؟ نمیدونم. به هیچ کسی هم نمیخوام توهین بکنم، نه هیچی، نمیخوام تهمت بزنم، ولی زبست که مردمک دیده دیده مردم بعد دیگر به مردمک دیده سوء زن دارم. اجازه بدید من کار خودم رو بکنم، چون من معتقدم خرد اگر باشه کسی نمیتونه کسی رو گول بزنه. میدونی چند ساله میخوان منو گول بزنن؟ بی خود با شک و تردید بهش نگاه میکنم. یکی دیگه از دوستان چیزهای قشنگی نوشتن، حیف شما نشنوید. روز گذشته در مورد آخوندها بیماری جنسی آنها صحبت کردید و من به عنوان کسی که در لانه آنها یعنی در قم زندگی میکنم این مسئله را به چشم خود دیدم. بارها و بارها دیدم و اینا نه تنها مورد تجاوز قرار میگیرند بلکه خودشان هم از میان متجاوزین انتخاب خواهند شد. در دوره دبستان همکلاسی داشتم که به یکی دیگر از همکلاسیانمان داخل توالت های مدرسه تجاوز کرد. مسئولین فهمیدن متجاوز را از مدرسه اخراج کردن. فرد مورد تجاوز هم از خجالت دیگر به مدرسه نیامد. 10 سال بعد از این ماجرا روزی از جلوی قبر معصومه عبور می کردم و آن متجاوز را دیدم و به خوبی شناختمش، اما با تفاوت بسیار. این بار ریش داشت، ملبس به لباس آخوندی بود، دهانم از حیرت و بیش از آن نفرت باز ماند. چه می شود کرد؟ نیمده از قم. آقای فاضلی عزیز، چند ماهی است برنامه شما را با دقت می‌بینم. این برای کسانی است که بارها و بارها برای من ایمیل می‌فرستند و میگن ما داریم سعی می‌کنیم. من خیلی تلفن ایمیل می‌گیرم که میگه آقا من 6 ماه سعی کردم یه نفر رو درستش کردم، آوردمش این ور. دیگه نمی‌ترسه سنگ بشه، سوال می‌کنه. این آقا یک ایمیل برای من فرستاده بود که من خسته شدم دیگه نمیدونم چی کار کنم. من جوابی بهش دادم روی ایر، ایمیل بعدی رو نوشته. برای اینکه شما که اگر با اون ماجرا در جریان نباشید، در مورد این ماجرا در ماجرا میذارم اتون. چند تا ماجرا گفتم، 6-7 گفتم که با هم دیگه بدونیم راجع به چی حرف میزنیم. هر روز به پوچ بودن این باورهای موروثی که ما را احاطه کرده و باعث شده من و ما هر روز به فلاکت و فقر مادی و فکری تو چارشیم و این طور که به نظر میرسد اکثر ملت ایران دچار این بلا شده اند. آقای فاضلی، زندگی من و خانواده هم در حال پاشیدنه. هر روز آرزوی مرگ میکنم. این نه، یه چیز دیگه است، ببخشید. این آقاییست که میخواد بره به عراق. دوست عزیزم نکن این کارو، این اونجا قبولت نمی کنن و بیشتر گیر میفتی. یه آقاییست خیلی گرفتاری براش به وجود اومده و به خاطر این گرفتاری هایی که براش به وجود اومده
میگه که من میخوام برم به عراق و در عراق به آمریکایی‌ها بگم آقا منو نجات بدیم. کسی نمیتونه بر شما اونجا، کسی نمیتونه کاری بکنه. سرباز امریکایی با سفارت امریکا فرق میکنه. اگر قرار باشه سفارت های امریکا پناهنده قبول بکنن، میدونید سفارت ها چه خبر میشه؟ شما را اصلا نمیذارن داخل سفارت بشید. اینی که بی خودی زندگی تو به هم نزن و راه نیفت و جای نرو. نه عزیز جان، کاری که میخوای بکنی کار بسیار بسیار اشتباهیه. اون یکی آقا رو که گفتم چیزش نمیدونم کجاست، اونم آقای نوشته بود که من وقتی که برای شما اینو گفتم شما به من قوت قلب دادی وقتی حرف زدی و از اون روز با اون سبکی که به من گفتی شروع کردم و دارم موفق میشم. به محض اینکه اولی رو برگردوندم بهت خبر میگم. سپاس از شما آقای فاضلی، با سپاس از تلاش چندین ساله شما به اعتقاد من بزرگترین جنبش هاست. امیدوارم با ایمیل هایی که برای شما میفرستم بتوانم با شما ارتباط بیشتری داشته باشم. یک پیشنهاد، البته یک انتقاد از شما دارم. پیشنهاد این که در مورد ترویج خرافات و خراف پرستی در ایران مانند دعانویسی که در هر چند محله یکی از دعانویس ها وجود دارد و مردم برای هر مشکلی نزد آنها می روند و آنها نیز مردم ساده را سرکیسه می کنند در برنامه صحبت کنید. یعنی من همه کارم رو بذارم، همه بلاهایی که اسلام سر ما آورده بذارم، بیام همه حرفام رو ببرم روی دعانویس ها که اونجا هستن، تبلیغ دعانویس بکنم. اون کسی که معتقده میگه فاضلی هم تبلیغ کرد، پا میشه میره پیش دعانویس. انتقادی که از شما داشتم با تعجب همراه هست این است که فیلم هایی که شما برای فروش در برنامه تان میگذارید بیشتر آنها جزء فیلم های عام پسند سینمای ماست. البته جایگاه ارزشمند، جایگاه ارزشمند بازیگرانی چون نصرت وحدت، محمد علی فردین بر کسی پوشیده نیست، ولی انتظار دارم فیلم های معناگرا را هم معرفی یا برای فروش در برنامه تان بگذارید. فیلم های از کارگردانانی چون عباس کیارستمی، بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی و حتی از سینمای غرب. عزیزم، من همیشه اون وقتی هم که فیلم می ساختم با توده مردم کار دارم. در مورد هنر به شما بگم، هنر خاص داره، هنر عام داره. هنر عام مال توده مردمه. شما اگر بیایی با یه نفر راجع به موسیقی حرف بزنی ولی بهش بگی مثلا گوشه‌ای که در راست پنجگاه زده میشه در مخالف چی گفته میشه، کسی چیزی نمیفهمه. اما به هر کی بیای تعریف کنی بگی آره جمع شده بودن رنگ بابا کرم میزدن، کسی از شما نمیپرسه بابا کرم چیه. ما بدبختیمون، بیچارگیمون، فلک زدگیمون این بود که زمان شاه هممون فکر میکردیم هر چی اسم فرنگی توش باشه خوبه. فیلم آقای عباس کیارستمی فیلم خوبیه، ولی فیلم برای فستیواله. شما فیلم فستیوالی میخوای ببینی احتیاج به من نداری، خودت همه رو بلدی، منم اونو ندارم بفروشم. اصلا من فیلم فروش نیستم. این فیلم ها یه جایی هست و چون دیدم که مردم کتاب نمیخرن گفتم فیلم بخرید. یه روزی 50 تا دانشجو منو دعوت کرده بودن که پنبه منو بزنن، چون اونا مثل شما میگفتن فیلم های بالا، ولی نمیدونستن فیلم هنری یعنی چی، چرا هنری شده، چه پیامی داره، چقدر آدم میبیننش.
برنامه رو تو تلویزیون ملی ایران ضبط میکردن. اینا به حساب خودشون پدر منو در آوردن. منم میدونید شنونده خوبی هم نشستم اینجوری نگاه کردم. بعد 10 دقیقه مونده بود پایان برنامه. گفتم تو این 10 دقیقه اجازه میدین من یه سوال از شما بکنم. کدومتون فیلم خوب دیدین و هر کی فیلم خوب دیده بهترینشو به من بگه من اینجا بنویسم منم یاد بگیرم. بازاری ترین فیلم ها رو این دانشجوها نام بردن. فیلم تمیز اما بازاری، ساوند آف میوزیک، نوای موسیقی، فیلم هنری نیست. یک کارگردان ما داریم جان استرجس بود که میومد اینا رو مخلوط میکرد با هم دیگه. فیلمو یا باید برای خاص بسازی یا برای عام بسازی. من چون با توده مردم کار دارم فیلم آقای کیارستمی رو میذارم برای عاشقان کیارستمی خودشون برن پیدا کنن. بدون اینکه ایرادی با آقای کیارستمی داشته باشم، اگر لیره به باره، اگر طلا به باره، با حکومت دینی کار نمی کنم و فیلمی نمی سازم به نام حکومت دینی برم به جایی معرفی کنم. نمیگم ایشون چرا میکنه، من نمیکنم. شما اصلا نمیدونین داریوش مهرجویی کیه. 19 سالش بود من کشفش کردم. کارگردان خوبیه، آدم خوبی نیست. به من نصیحت بکنید، یاد بدید چی کار بکنم، اما یه خوردم فکر بکنید که من آیا اینجا نشستم فیلم آقای کیارستمی رو معرفی کنم. من راجب سینما اومدم صحبت بکنم با کسی. بهتون بارها و بارها گفتم کارگردان معروف مسعود کیمیایی کتاب جورج پولیتزر رو زده بود زیر بغلش. من خیلی دوست داشتم این کتاب. شروع کردم راجب کتاب صحبت کردن، دیدم هیچی نمیدونه راجب کتاب، ولی اینو یه جوری گذاشته مردم جورج پولیتزر رو بخونن، اصول مقدماتی فلسفه. بله آقا فلسفه میدونه. یکی از کلمات قصار آقای دارش مرچویی، حرف گنده بزن که خودت هم نفهمی، مردم فکر میکنن خیلی گنده است. اینا که دارم میگم اینا تجربه های خصوصی منه. حالا شما میخوای من بیام فیلم کیو اینجا چیز کنم؟ برید فیلم رگبار را ببینید. فیلم قشنگیه ولی بیننده نداره. شما آگراندیسمان یا بلو آپ رو دیدی؟ اصلا میدونی چیه؟ میدونی چرا اون فیلم درست شده؟ میدونی چرا جایزه گرفته؟ نه. هر کاری رو میکنید نیم کاره نکنید، کاملش بکنید، یعنی یاد بگیرید بعد راجع بهش صحبت بکنید. از چند نفر از بزرگان یک ایمیلی برای من آقای نوشته. من اینا رو ببینید، اینا رو هیچ کنون نمیخوام نفی بکنم، ولی فکر نکنید هر کسی که یک حرفی زد و اسمش خارجی بود درسته. خودمون خیلی داریم. برید ببینید زکریا رازی چی گفته راجع به دین، برید ببینید بوعلی سینا چی گفته. میگه چیزی که مرا نگران میکند این است که مباحث مذهبی در این کشور به زبان سیاست تبدیل شده است. سلمان رشدی حرف گنده‌ای نزده.
اینو یه بچه‌م توی ایران میدونه که مباحث مذهبی رو اومدن قاطی سیاست کردن، همم که حرف میزنن میگن دین از دولت جدا. حالا چون سلمان رشدی گفته حرف بالاییه، منم خوندم براتون. ما در یک کابوس قرون وسطایی در دنیایی که به سیکل‌های جنگ‌های مقدس و انتقام و خشونت مذهبی میلغزد زندگی میکنیم. جاناتان جونز، ببین عزیز من، اینو من اگه همشو بخوام بخونم هم وقت خودم رو تلف کردم، هم بعد از این که همه اینو خوندم 10 دقیقه برنامه‌مو گذاشتم روش، از هر کسی بپرسی یکیشو تکرار کن نمیتونه بگه. نتیجتا من میام جایی میشینم که حرفهایی که میزنم ملکه مغز آدمها باشه. من وقتی به شما میگم یونس نمیتونه بره تو دهن ماهی، این یادت میمونه. ولی اگه همه اینو بخونم، اسم نمیدونم جاناتان جونز و آلبرت اینشتین و اعظم کمگویان، بعد میگی اینا کیان؟ البته آلبرت اینشتین رو نمیگی. کاری که ما داریم میکنیم، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه راحت میتونه داشته باشه. اما اگر من اومدم به شما گفتم که آقا جان، برادر من، ماجرای قصه نوح که در تورات و در قرآن نوشته شده و مسیحیان قبولش دارن و همه آخوندها دارن از این را نوم میخورن، دروغه، شما به من نگو داری توهین میکنی، چون من دلیل میارم برات که دروغه. مطابق نص صریح تورات و قرآن و اولد تستمنت، یعنی عهد عتیق، نوح وسط بیابون یک کشتی درست میکنه، 150 ذر پهناش بوده، 360 ذر هم طولش بوده، یه هم چیزی. بعد از همه جانوران دنیا یه جفت و دو جفت و 7 جفت میکنه میذاره این تو، توی خدا جاهای مختلف حرفای مختلف میزنه، اصلا کاری نداری. بعد از تنور آب میجوشه، این آب تنور که میجوشه بارونم میاد، آب در سطح زمین 15 گز از قله هیمالیا، قله اورست بالاتر میره. خیلی ساده است، در سطح کره زمین. این حرفایی است که اونا میگن سطح زمین، نمیفهمیدن، هنوز بلد نبودن زمین کره است، میگن در سطح زمین. از بلندترین کوه‌ها 15 گز بالاتر میره. اگه خدا عقلش نمیرسیده، اگه یهوه عقلش نمیرسیده، اگه الله عقلش نمیرسیده، حرف بی خوده. اگه عقلش میرسیده و گفته 15 گز بالاتر میره و این کشتی مطابق نشونی های نمیدونم خود تورات حدود 1 سال رو آب بوده، خوراک 1 سال فیل و کرگدن و شیر و ببر و نمیدونم گربه و آرمادیلو و پشه و سوسک و همه اینا رو نوح میداده، خودشون هم غذا میخوردن. بعد ظرف 40 روز این آب یه جایی فرو میره، کجا معلوم نیست. از نظر علمی که بهش نگاه میکنی، آب سطح دریا از اون حدی که هست بالاتر نمیره. هر جام آب زیادی تولید بشه میره میریزه تو دریا. منتها اون خدایی که اینا رو گفته یا اون آدمی که اون خدا رو اختراع کرده و این حرفا رو از قولش زده، هر دو دروغ گفتن. میخوای باور کنی؟ گرفتاری ندارم، من نمیتونم باور کنم. محمد ابن عبدالله از در میامده بیرون، درخت دلا میشده، میگفته السلام علیکی یا ابا یا رسول الله. میرفته تو بیابون سنگه، میگفته السلام علیکی یا رسول الله.
میخواسته بشینه قضای حاجت بکنه، سنگا دورش جمع میشدن کسی نبینتش. من باور نمی کنم، من میگم دروغه. 23 سال جبرئیل فد اکسپرس محمد بوده، میرفته پیش الله میمده پایین، میرفته پیش الله میمده پایین. 23 سال که اینو بنویسن بعدش بدن به تو بگن اینا رو جبرئیل آورده. الله همه دنیا رو ول کرده بوده، اومده بوده ببینه توی یه دونه دکوره عربستون چه خبره. اون الله به درد من نمیخوره، به درد تو میخوره، ما مخلص شماییم. بعد به من میگی کفر میگی، میگی نمیدونم به پیغمبر ما توهین میکنی. دیروز بود یارو گفته بود به پیغمبر توهین میکن. وقتی میگم حرفا دروغه، میگی به پیغمبر توهین میکن. وقتی میگم آقا برو بخون ببین ماجرای نخله چیه، چجوری شد توی نخله ریختن مال کاروان ابو سفیان، غارت کردن مالشو بردن، آدم ها رو هم گرفتن، بعد آدم ها رو فروختن پول گرفتن، تو به پیغمبر اسلام توهین کردی. آقا اون این کار رو کرد، من توهین نمی کنم. نمیخوای بفهمی من مخلص شما، من اینا رو از خودم در نمیارم. آه اون کتاب ها، اون کتاب ها رو کی نوشته؟ اون کتاب ها رو غلط کردن نوشتن. همه این میلیون ها کتاب همش دشمن محمدن. این یک کتاب دوست محمده، فقط این یک کتاب رو من قبول دارم. خدای آن را که عقل ندادی چه دادی. آه یه خورده تلنگر بزنیم بالا. همه کتابا بده، این یک کتاب درست. هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد. بایستی یه نفر باشه که پنچری ماشینو بگیره، بایستی یه نفر باشه که این چارپایه رو درست کنه. پس با بنابراین باید یه نفر باشه که همه این کهکشان‌ها رو درست کنه. کاملا درست. خدا رو کی درست کرد؟ اون خودش درست شد، اون خودش درست شد. بله. تو که الان میگفتی بدون وجود کسی کسی درست نمیشه. نه، اون خودش درست شد. هرچی تو میگی درسته، دعوایی با هم نداریم. آقای میگه من 65 در جبهه بودم، سال 65. اگر اون وقتی که داشتم با عربا می جنگیدم، عربای بغدادی، محمد زنده می شد از گور می اومد بیرون وسط جنگ، زبون عربه رو می فهمید یا زبون منو؟ طرف عربه رو می گرفت یا طرف منو؟ من این سوال از شما می کنم چون من جوابی ندارم براش بدم. من فقط میدونم امام زمانهایی رو که تو جنگ دستگیر کردن بردن، یک نفرشون عربی بلد نبود، همه امام زبان فارسی بودن، بیشترشون هم با لهجه دهاتی حرف میزدن. میدونید چند تا امام زمان صدار دستگیر کرد؟ امام زمان درست کردن کاری نداره، اونم که تو چا درست کردن این همینه، اونم که تو غیبه این همینه. آخوند امام زمان درست کنه برای اینکه از امام زمان استفاده میبره، برای اینکه امام زمان بهش پول میده، سهم امام میگیره. دوستان عزیز، من آقایی که تلفن کرده بود به من باز میگم، من صبح تا شب این تلفن رو باید جواب بدم، من وقت دیگه ای ندارم، فقط باید این تلفن رو جواب بدم. همم یا آقایی با یه کارتی روز یک شنبه بود، 63 بار تلفن منو گرفت و
و صحبت هم نمی کرد، یعنی صحبت نمی شد، می رفت رو بق 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 می کرد. هر وقت هم می خواست حرف بزنه صداش مخلوط بود و بعد قطع می شد. نمی دونم 63 بار تلفن منو گرفت، یعنی از ساعت به وقت ما از ساعت 9-10 صبح شروع کرد تا 4-5 بعد از ظهر همینجور میگرم. میگم خواب نداره یارو، چون از ایران بود 100%، نوع برقراری ارتباط از ایران بود. این خیلی چیزها رو ما نمیدونیم، باید یاد بگیریم بفهمیم. من وقتی که میام اینجا به شما میشینم میگم، به من خیلی کسا پول میدن که حرفای اونا رو بزنم، منتها من پول نمیگیرم حرف بزنم، من مجانی حرف میزنم. من این ایری که الان با شما ارتباط برقرار میکنم، این ایر و پولشو میدم. البته یه مقدارش آقای همایون تقبل میکنه، به من تخفیف داده. اگه همه اون پولی که میده بخواد از من بگیره، من هیچ جوری نمیتونم این برنامه رو اجرا کنم. این سایت هایی که درست کردم، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org، اینا خرج داره. اینا رو درست کردم که ارتباط من و شما هیچ وقت از بین نره. این کتابایی که رفتم خوندم، الان 4 جلد کتاب دارم میخونم، تیکه تیکه میام براتون تعریف میکنم. حالا قبل از این 5 کتاب دیگه هم خوندم، یک کلام راجبش با شما حرف نزدم. کتابی که قبل از این با شما حرف زدم، کیش مهر بود، مال دکتر ناصر انقطاع، حافظ و کیش مهر. کتاب رو باید وقتی بخونی که یه چیزی بهت بده. کتابی رو بهت معرفی میکنم که بتونی ازش بهره گیری بکنی. این وسط چند روز پیش بود، یا آقای تلفن کرد گفت آقا من این کتاب میخوام. گفتم $50، $13.5 استفاده برای این برنامه داره، اگه دلت میخواد اینجوری، دلت نمیخواد تلفنه کتاب فروشی رو بدم بری اونجا بخری. تلفن کرده بود کتاب فروشی، کتاب فروشی گفت ما کتاب پست نمیکنیم. دوباره تلفن کرد به من، گفتم آقا جان من همه این کارا رو دارم میکنم، اون $13 نیمم جیبم نمیذارم، برای این برنامه خرج میکنم، و اگر شما پشتیبانی نکنید برنامه لنگ میشه. اگر فکر میکنید باید خرد در سطح ایران همه گیر بشه، به این برنامه کمک کنید. وقت زیادی هم ندارید. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.